دوستان سلام، این برنامه مختص معرفی کتابه. انشالله از این به بعد هر چهار تا برنامه معرفی و آرام آرام برسیم به نقد کتاب، یعنی برسیم به اینکه یک کتاب رو نقد کنیم یا چند کتاب رو. خب من میخوام که با حضرت مارکس شروع کنم، برای که آدم حسابی ترینه دیگه به نظرم. یک کتاب جدید در اومده، درآمدی بر سه جلد سرمایه. خب همه تون میدونین که سرمایه کتاب سختیه، کتاب به شدت کلیدیه برای درک سرمایه کالا و کلیدیه برای درک مارکس. این کتاب مایکل هانریش با ترجمه خسرو کلانتری، ترجمه خوبیه، مقدمه برای خوندن سرمایه، سه جلد سرمایه. خیلی کتاب اندازه ایه، یعنی یک کتاب فهم کنم 230 صفحه ای راجع به مارکس و سرمایه. من فهرست رو میگم براتون، امیدوارم که یه وقتی به نقد این کتاب هم برسم، امروز نه. سرمایه‌داری و مارکسیسم، موضوع نقد در نقد اقتصاد سیاسی، ارزش کار پول، یکی از مهمترین مباحث مارکس، سرمایه ارزش اضافی استثمار، فرایند تولید سرمایه‌داری. همچنان بحث مارکس تو این فرایند تا به امروز درسته. گردش سرمایه، سود، سود میانگین، بهره اعتبار سرمایه مجازی، بحران، بحران در سرمایه داری، بتواره پرستی. راجع بحران یه جمله عرض کنم، مارکس معتقد بود که بحران های درون سیستم سرمایه داری اونو از بین میبره و اشتباه بود. دیدیم که اشتباه بود، اما این دلیل نمیشه که نگیم که سه جلد کتاب سرمایه فوق‌العاده است. تا امروز مهمترین سند برای شناخت بورژوازی، سرمایه‌داری، سرمایه، کالا. بتواره پرستی، همون فتیشیزم، بتواره پرستی روابط اجتماعی در جامعه بورژوایی، دولت و سرمایه، کمونیسم، جامعه فراسوی کالا، پول و دولت. اینم یه ایلوزیون مارکسه، جامعه کمونیستی که دیگه هیچ طبقه درش وجود نداره. خب فهرستم دیدید، هیجان انگیزه و فشرده آثار مارکس، به خصوص جلد سرمایه است. پیشنهاد میکنم به علاقمندان این کتاب رو بخرن و بخونن، به دردشون میخوره. این کتاب به اضافه نقدای هاروی روی سرمایه اساسیه، به درد بخوره. نقدای هاروی قبلا در اومده، سه جلد کتاب راجع به سرمایه. حالا که بحث مارکس شد، اجازه بدید یک کتاب دیگه هم معرفی کنم، دفاع از مارکس، مال یه متفکر بسیار بسیار معتبر و جدی، لوی آلتوسر. این کتاب هم اخیرا در اومده و هیجان انگیز خوبه، یعنی حتی یه چیزایی توش داره که تو مارکس پیدا نمی کنید، ولی ادامه تفکر مارکس، مارکس جوان و مارکس جا افتاده و مسن رو به دقت تئوری‌هاشون بررسی میکنه. مانیفست های فلسفی فویرباخ رو میگه، چون بر مبنای این مانیفست ها مارکس مانیفست خودش رو نوشته و تصحیح کرده. درباره مارکس جوان، تضاد و تعین چند وجهی. بحث تضاد بحث اساسیه. من آمادگی اینو دارم یه جلسه نیم ساعته راجع به تضاد حرف بزنم و بذارم این قولم بهتون بدم که توی یه جلسه دیگه
فقط بحث تضاد خواهم کرد. بعد دستنوشته های مارکس 1844 که بسیار مهمه، اون دیالکتیک ماتریالیستی مارکس و اومانیزم، یادداشتی تکمیلی درباره اومانیزم واقعی. خب آلتوسر منتقد مارکسه، طرفدار مارکسه و منتقد مارکسه، استاد بی نظیریه. منم یکی دو جلسه کلاساشو بودم و واقعا مارکسی رو انتقادی میفهمه و این اساسیه. یه کتابی که من بسیار دوست دارم، درآمدی بر اقتصاد سیاسی، مال روزا لوکسانبورگ. من یه چند دقیقه کوچولو راجع به لوکسانبورگ حرف بزنم. من به نظرم مهمترین مارکسیست تاریخ بعد از مارکس. بسیاری از نظرات مارکس رو هم انتقاد کرده و نقداش هم خیلی والابله، خیلی به درد بخوره. این کتاب آرش جلال‌منش ترجمه کرده و اجازه بدید یه نگاهی به فهرست بندازیم، اگرم تونستیم بذاره وایسی. اقتصاد سیاسی چیست؟ توضیح مبسوط این مطالبی درباره تاریخ اقتصاد، تولید کالایی، کارمزدی، گرایش های اقتصاد سرمایه‌داری. فهرست می‌بینید خیلی کوتاهه ولی فوق‌العاده است. یه جمله ازش میخونم، احساس میکنم شکلی کاملا جدید و بدی درون من در حال رشد است که از همه فرمول ها و الگوهای متعارف چشم میپوشد و آنها را در هم میشکند. شجاعتش در نقد فوق‌العاده است، در نقد سیاسی، در نقد مارکس. با اطمینان کامل احساس میکنم چیزی وجود دارد، چیزی زاده خواهد شد. این جستجوی لوکسانبورگ برای زادن چیزی جدید. بیشتر حرف نزنم، این کتاب خیلی خوندنیه برای کسایی که اهل مارکس هستن و اهل مارکسیسم و اهل تاریخ جنبش های چپ. من بین این کتابایی که گذاشتم رو میز 18 کتاب، اینا مال یک سال و نیم اخیره. بعضیش تجدید چاپیه، بعضیش هم چاپ اوله، ولی اساسی به درد بخورن. تو این بحث آلتوسر و مارکس یه کتاب داره اینجا، لنین و ما فلسفه، اینم ترجمه سینا خامیه و خیلی هیجان انگیزه. فلسفه در مقام سلاحی انقلابی، لنین و فلسفه، پیشگفتار بر جلد اول سرمایه، نقد میکنه لنین پیش از هگل، ایدئولوژی و آپاراتوس های ایدئولوژیک دولت، فروید و لاکان، نزمایه میشه نامه درباره هنر. صاحب نظر تو این بحث فروید و لاکان و نامه درباره هنر، بخونید نامشون. این انتشاراتش هم نشر بام در آورده، خوبم در آورده، ترجمه هم خوب. یک کتاب دیگه از آلتوسر بگم، بریم کتابای بعدی. این هم تازه است. درباره بازتولید، کتاب دیگه خیلی اقتصادیه و اقتصاد اساسی سیاسی و به درد بخور. از فلسفه شروع میکنه، فلسفه چیست، شیوه تولید چیست، بازتولید، شرایط تولید، زیربنا و روبنا، از اون بحثای مهم مارکسیستی. دولت و دستگاه هایش، سرمایه داری فرانسه، فرانسوی رو سرمایه داری فرانسه کار کرده، بازتولید، روابط تولید و انقلاب، ایدئولوژی و دستگاه های ایدئولوژیک دولتی. خیلی خوندنیه کتاب، من وقتی خریدم بلعیدمش دو روزه.
خب حالا که راجع به مارکس حرف زدیم، آدم ادامهش لنینه. من نظرمو بگم قبل از اینکه راجع به این کتاب حرف بزنم و راجع به لنین، من به نظر مهمترین آدم بعد از مارکس انگلس لوکزامبورگ و این زن درخشان ترین نظر من زن تاریخ تو بحث انتقادی مارکسیستی و فوق العاده است. حالا بریم سراغ لنین. 2017، لنین مال چند سال پیش. این مقدمه‌ای که ژیژک نوشته، مستقل از این که به نظر من ژیژک متفکر بزرگی نیست، اما گردآوریش گردآوری خوبیه. یه مقدمه هم داره، میشه خوند یا نخوند. از 11 کنگره حزب کمونیست روسیه بولشویک شروع میکنه، یه سری مقدمه اول داره، بعد یادداشت مبارزه با شومونیزم ملت مسلط، نامه‌های کنگره در باب تعاون، انقلاب ما چگونه باید بازرسی کارگران دهقانان را دوباره سازماندهی کرد، 12 کنگره حزب، کیفیت را فدای کمیت نکنیم. یعنی چی؟ یعنی کیفیت بدون کمیت وجود داره؟ این اشکال هم ممکنه باشه. کیفیت بدون کمیت وجود نداره. به رفیق استالین و اساساً اینه کتاب برای آشنایی با لنین به درد بخوره. آجام آدم خیلی مهمی میخوایم حرف بزنیم. میزس، فون میزس، لودویگ فون میزس. خاطراتش عنوان کتاب از تاریخ نگار زوال. کتاب به درد بخوری برای شناخت میزس و تئوریسین بزرگ حقوقدان، اقتصاددان، جامعه شناس اتریشی امریکایی. 1973 هم فوت کرده. کتابی که داره لیبرالیسم، بازار آزاد و دشمنان آن، شبیه کتاب پوپره عنوانش. کنش انسانی، سوسیالیسم، نظریه پول و اعتبار. صاحب نظر درجه یک تو بحث پول و متأخر. خب دیگه احتیاج به فهرستش نداره دیگه، فقط واقعا مکتب اقتصاد اتریشی تئوریسینشه و به نظرم خوندنش برای کسایی که اهل بحث اقتصادی هستن واجبه. هنوز تو فاز اولیم، یعنی کتاب سیاسی تقریبا، اونا که سیاسی بود، آخری اقتصادی، و حالا این کتابی که دو مترجم خوب، مراد فرهادپور و صالح نجفی، عالی هم این دوتا، کارهایی که ترجمه کردن خیلی خوبه. هومو ساکر یا ساکر ترجمه این ورش، من فرانسش گفتم. قدرت حاکم و حیات برهنه، مال آگامبنه. ما از آگامبن بازم کتاب داریم که معرفی کنیم. منطق حاکمیت، پارادوکس حاکمیت، بلقوگی و قانون، صورت قانون، آستانه. هومو ساکر یا ساکر، ابهام معنایی امر مقدس، زندگی مقدس، اختیار مرگ و زندگی. این فصل هم بسیار خوندنیه. بدن حاکم، بدن مقدس، تحریم، آستانه، سیاسی شدن زندگی، زیست شناس، زیست سیاست و حقوق انسان. تو بحث اردوگاه، سرمشق زیست سیاسی دنیای مدرن. سیاسی ساختن مرگ، رابطه مرگ و سیاست و نگاه سیاسی به مرگ. یه جمله از نامه پولس
رسول بخونم براتون تو صفحه و از فهرست. و آن حکمی که برای حیات بود همان مرا باعث موت گردید. این از نامه بولس رسول. خب این از این کتاب خوب، نشر مرکز درآورده، چاپ خوب، ترجمه خیلی خوب. از آگامبن حرف زدیم. جورج آگامبن، فیلسوف بزرگ ایتالیایی. اسم کتاب از حجره و ترجمه ابراهیم رنجبر. ترجمه هم خوبه. حجره درباره چیه؟ درباره نقاشی. رویای هنر، مقام سفید نقاشی. الهام چیست؟ پتو و دریا، تکیه‌ای از نقاشی مختلف. شمایل و مرگ، چاه و خلع. دیگر رازی در کار نیست. هنر آستانه، حبوط زیبایی، خیر نگاه انسان باستانی. که انسان باستانی چه نگاه خیره ای داره؟ پیکر نور، روزمرگی و راز. پیشا تاریخ اینجا و اکنون. اینجا و اکنون از اون مباحث مهمه که باید راجعش حرف بزن. دیدنی کردن امر دیدنی. کالبد، شناسی فرشته، شهود و دهشت. اینم از آگامبن. کتاب بعدی که نشر بیدگل در آورده و این نشر خیلی تمیز کتاب در میاره، با قطعهای کتابش هم حال میکنم. اهمیت امر زیبا در زمان ما. این مالی یه فیلسوفیه که ادامه دهند بهترین ادامه دهنده راه هایدگر. چیزهایی اضافه کرده به هایدگر و نقدهایی بسیار عمیق. آدم بسیار 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 معتبریه. هیچ آدمی رو نمیشناسم که هایدگر رو چنین خوب بشناسه و تفسیر کنه توی نویسندگان غربی. اهمیت امر زیبا، توجیه هنر، بازی، نماد، عید و جمع‌بندی. خیلی فشرده. این کتاب دیدگاه گادامر رو راجع به هنر برای ما باز میکنه. این به این معنی نیست که من با این که این آدم رو بسیار دوست دارم و قبول دارم تو بحث هنر کمی مشکل دارم. تو بحث فرم متفکر درجه یکه، تو بحث فرم از نظر من مشکل داره. کتاب در باب زبان و زبانشناسی. این تجدید چاپ شده. من دارم این چاپ آخرش رو حرف میزنم. هرمس در آورده. هرمس هم مثل بیدگل و شاید حتی یه درجه بهتر با سلیقه تر در انتخاب کتاب. هرچی بیدگل در اندازه کتاب خوبه، صاحب سلیقه است، هرمس یا در انتخاب کتاب فوق‌العاده. این 60 گفتار مختصر و مفیده در این بحث. این واجبه واقعا برای همه، برای هر کسی که اهل زبان و زبانشناسیه. چرا؟ ببینید وقتی میگه مختصر و مفید، عنوان کتاب 60 گفتار مختصر و مفید، واقعا همین کارو کرده. یه فهرست 3 صفحه‌ای داره برای یه کتاب 300 صفحه‌ای. فهرست هیجان انگیزه. مثال: چرا باید درباره زبان بیاموزیم؟ آدمای مختلف هر کدوم از اینا رو نوشتن. 5 صفحه، 8 صفحه، 10 صفحه و غیره. چند زبان در دنیا هست؟ خیلی ساده است. فرق لهجه و زبان اغلب نمیدونیم. زبان اولیه بشر چه بوده؟
آیا خواستگاه همه زبان‌ها یکی است؟ آدم و حوا به چه زبانی حرف می‌زدن؟ شوخی. نمی‌دونم. الان نمیگم. تعلیقش رو نگه داریم. چرا زبان‌ها تغییر می‌کنند؟ چند نظام نوشتاری وجود دارد؟ از زبان به نوشتار. نوشتن از کجا به وجود می‌آید؟ نوشتن از کجا به وجود میآید؟ 4 صفحه است. به شدت فشرده، به شدت ساده، به شدت کاربردی. آیا دستور همه زمانها زبانها یکسان است؟ چرا مردم سر زبان می جنگند؟ اصل سیاسی اساسی. 2 زبانه بودن یعنی چه؟ کلام وردگونه چیست؟ خیلی ریزه، منم که اینکی. اگر انسان بدون زبان بار می آمد چه می شود؟ چه بلای سرش می آمد؟ انسان بدون کلام هنوز انسان نیست. بدون کلام، بدون کار. چرا جنوبی های امریکا طور خاصی حرف میزنند؟ آیا میتوان زبانی را که در معرض خطر است نجات داد؟ صداهای زبان چگونه ساخته میشود؟ برای اینکه زبانی را خوب یاد بگیریم چه باید بکنیم؟ چگونه به مرور زمان اندیشه ما درباره زبان آموزی تحول یافت؟ چرا زبان را در خارج از کشور بیاموزیم؟ آیا کامپیوتر می تواند زبان را سریع‌تر و بهتر آموزش دهد؟ سوال خیلی. مطلب 4 صفحه است. آیا زبان اسپانیایی دارد بر ایالات متحده مسلط می شود؟ آیا درست است که نزدیک بود زبان آلمانی زبان ایالات متحده بشه؟ آیا لهجه ها در شرف نابودی اند؟ آیا با عشق زبان می توان زندگی کرد؟ ترجمه ماشینی تا چه اندازه خوب از کار در می آید؟ این بحث خیلی مهمه امروزیه. یعنی این تکنولوژی رشد یافته که اکنون هوش مصنوعی ترجمه میکنه. یه بار من یه چند دقیقه بعدن راجع به هوش مصنوعی حرف خواهم زد. آیا آموختن زبان ژاپنی به زحمتش می‌ارزد؟ آیا زبان آفریقا سواحلی است؟ آیا کسی که چینی یاد می‌گیرد مریض است؟ نظرمونه میگه نه. مریض چی مگه میشه چینی یاد گرفت؟ بر سر زبان اسپرانتو چه آمد؟ فایل های صوتی گفتن از گفتن. فهرست رو دیدید؟ یا کتاب خیلی مختصر نزدیک 300 صفحه‌ای با 60 گفتار به درد بخور. هر کی طرفدار زبان و زبانشناسیه واجبه براش این کتاب. تاریخ مفاهیم بنیادی زیبایی شناسی. نمیدونم اینو قبلا راجعش حرف زدیم یا نه، سر کلاس هم گفتم، اما تو یوتیوب فکر نمیکنم. کتاب بسیار مهمیه. اجازه بدید یه نگاهی به فهرست بندازم. برای کسایی که اهل هنرن، داشتن خوندن این کتاب و بعضی وقتا رجوع شدید بهش لازم. یه مبحث داره که خب مبحث منه دیگه، مبحث فرمه. من قبل از که به فرم برسیم فهرستو بگم. مفهوم اولیه هنر، تغییر مفهوم هنر در دوران جدید، هنرهای زیبا، مشاجرات جدید بر سر قلمرو هنر، مشاجرات بر سر مفهوم هنر، چشم پوشی از تعریف هنر. چقدر کار خوبیه این چشم پوشی از تعریف هنر. بس دیگه، رئیس تولستوی یک کتاب در آورده هنر چیست. بعد ببخشید، رئیس تولستوی ببخشید.
مفهوم خلاقیت، مفهوم زیبایی، مفهوم شعر، مفهوم هنر، تحول مفهوم زیبایی، نظریه‌های تکمیلی، گونه‌های مختلف زیبایی. پس زیبایی با هنر خیلی عجینه. این که من راجبش چه نظری دارم بماند. دوران باستان، دوران قرون وسطا، عصر رنسانس مهم، دوران باروک، عصر روشنگری. فصل هفت حتما همه کسایی که شاگردای منن یا یوتیوب رو تعقیب میکنن این فصل واجب خوندن، از صفحه 323 تا 353، 3 صفحه. تاریخ فرم الف، تاریخ فرم ب، جیم، دال، ه، تاریخ معانی دیگر فرم، مفاهیم جدید فرم. خب هنوز فرست ادامه داره ولی به نظرم همینقدر کافیه که بدونید کتاب مهمیه، با دید انتقادی بخونینش. برخی از نکات، بسیاری از نکاتش تاریخیه و باید بدونیم اگر اهل هنری. این گیلگمش در آورده و نویسنده وادیسوف تاتاریکویچ، حمید رضا بوسحاق هم همونقدر که اسم فرنگیش سخته، اسم ایرانیش هم سخته، اشتباه نخونده باشم، بوسحاق مترجمش. کتاب به درد بخوره مراجعه شونده ای. من به این کتاب علاقه شدیدی دارم. الان فهم کنم یکی دو ماه رو میزمه، عمدش هم خوندم اما رجوع میکنم مرتب. ترجمه مسعود اولیای عزیز، این 40 سال کار در اومده، بعد 40 سال یه چیزی حدود 20 سال روش کار شده تو ترجمه و دم مسئولی اولیا گرم. پدیدارشناسی ادراک، کتاب کلیدی اساسی ملوپونتی. ملوپونتی بسیار بسیار متفکر و درد بخوری. یه نقد کوچیکم دارم که تهش میگم، فهرست رو بخونم. پیش‌داوری های کلاسیک و بازگشت به پدیدارها. احساس یکی از تمای همیشگی بحثای منه. حس کردن چیست؟ بعدن راجع به احساس و حس یه جمله میگم. تدایی و فرافکنی یادها. ببینید همه مباحث به درد بخوره. اگر احساس هایی داشته باشیم آنگاه هر تجربه ای احساس است. تجربه گرایی و تأمل، توجه و حکم، میدان پدیداری، بحث آگاهی و پدیدار. بدن و این خیلی درجه یک. هیچ اگر اشتباه نکنم سواد کوچکم قد بده راجب بدن نمیشناسم متفکر رو که به اندازه ملوپونتی صاحب نظر باشه. فیزیولوژی اعصاب خودش اندیشه لیرا پشت سر میگذارد. پدیدار عضو خیالی، تبیین فیزیولوژیک و تبیین روانشناختی به یکسان نابسندند. اگزیستانس در میانه امر روانی و امر فیزیولوژیک، ابهام عضو خیالی. تجربه بدن و روانشناسی کلاسیک. اصلا خوندن فهرستش هم واقعا هیجان انگیزه، به خصوص این که تو هر سطری از فهرست 4 خط 5 خط توضیح داره. من عنوانا رو میگم رد میشم چون دلم نمیاد وایسم. اصلا بی نظیره. سنتز بدن خیش، بدن
به منزله وجود جنسی، بدن به منزله بیان و سخن، حس کردن سوژه ادراک. این بخش حس کردنش هم به شدت خوندنیه، خیلی مفصل. فضا بر همه واجبه، برای کسایی که اهل هنرن بخش فضا رو بخونن. آیا فضا یک صورت شناخته است؟ من لغت صورت رو با اجازه جناب اولیای عزیز دوست ندارم. فرم همه جا، صورت تو فرهنگ ماست، اینا فرمه. آیا فضا یک صورت شناخته است؟ چیز و جهان طبیعی، ثبات فرم و اندازه، بحث عالیه. ثبات رنگ، رنگ و روشنایی، ثبات صداها. جهان طبیعی، جهان به منزله شاکله، به منزله سبک، به منزله فرد. ارسی سبک با فرد رو کنار هم میاره. فرد، سبک، همون فرده. انسان اهل تفکر یا انسان اهل حس، یعنی هنرمند، سبک خودشه. سبک در واقع امضاشه، شخصیتش، همه چیز. سبک منزله فرد، جهان به فراخور نظرگاه، دیگری و جهان بشری. 7-8 خط فقط توضیح اساسی داره. دیگری چگونه ممکن است؟ امکان یافتن اگزیستانس با یکدیگر از راه کشف آگاهی ادراکی، اگزیستانس سوژه های روانتنی با یکدیگر در جهان طبیعی و اگزیستانس انسان ها با یکدیگر در جهانی فرهنگی. میبینید؟ زمان، آزادی، آزادی تام یا هیچ، ارزش‌گذاری ضمنی جهان محسوس، رسوب گذاری به جهان بودن، ارزش‌گذاری وضعیت‌های تاریخی، طبقه پیش از آگاهی طبقاتی، طرح فکری و طرح اگزیستانس. کتاب پیدارشناسی ادراک در دهه 40 میلادی در اومده، الان بالاخره ترجمه شده. عرض کردم یه نقد کوچولو یه خطی دارم به مترجم عزیز، اونم اینه که خیلی جا هست در کتاب، حتی در یک صفحه واحد، احساس و حس جا به جا میشن. من فرانسهشو ندیدم که بتونم بگم، ولی قطعا اشکال موجوده. کمی کمی به نظرم جای این دوتا اشتباه گرفته میشه. احساس حس نیست و حس احساس نیست، و این دوتا تو کتاب تو ترجمه دقیق نیست، اما کتاب ترجمهش فوق‌العاده است و پانویس های مترجم عالیه. درود بر این مترجم و درود بر مرلوپونتی بزرگ که چشم ما رو بیشتر باز میکنه، حس ما رو شادابتر و تربیت یافته تر میکنه. خب میرسیم به چند تا کار ادبی. اولیش اینه، نامه های فلوبر فوق‌العاده است. این کتاب نویسنده بزرگیه، تربیت احساساتش و مادام واری، به خصوص تربیت احساسات، هولناک خوبه. فلوبر تو نامه‌هاش که به شدت صمیمانه است و اغلب خصوصی، تعداد نامه‌هاش، اول بگم
4000 نامه از فلوبر موجوده که من همه رو که خب نخوندم گیره هم نیمده، ولی میگن که شاهکاره. از همین چیز کوچولویی که در اومده میشه فهمید. این تکه های کوچیکی رو انتخاب کردم بخونم براتون. فلوبر خیلی اهل فرمه، خیلی هم اهل جدال با مدعیان سوسیالیست و غیر و غیر. این چند خط گوش بدید. آسان است که با اصطلاحات حرفه‌ای و یک مشت نظریه رایج خودت را نویسنده سوسیالیست جا بزنی، نویسنده بشردوست، مصلح و پیشگام این آینده مسیحی که آرزوی فقرا و دیوانگان است. جنون عصر حاضر چنین است، همین است. آدم از شغلش نویسندگی خجالت میکشه. ببینید چه تنده خوبیه. راجب خودش ببینید چی میگه. دیگه نمیدانید اینکه کل روز را بنشینی و سرت را بین دو دستت بگیری و تنها برای پیدا کردن یک واژه به مغز بیچارت فشار بیاوری یعنی چه. اندیشه برای شما مثل یک رودخانه پر آب است و بی وقفه جریان دارد، اما به من که میرسد آب باریکه میشود. آثار هنری بزرگ نیاز دارم تا به آبشار دست یابم. از طرف فلوبر اندیشه زیبا بدون فرم زیبا هیچ معنایی نداره. فرم میفهمه اساسی. خب بخونید این کتابو، خیلی به درد میخوره. یه چهار یا شاید هم بیشتر، این چاپ سومشونه، یکی چاپ سومه، بقیه فکر میکنم چاپ اوله. در اومده از این سری، از یک سری که عنوانش را فعلا اولی، حالا این هم از زندگی ما. ببینید که چه نویسندگان پیشان. اولی سانتاگ با ترجمه عالی شهریار وقفی پور، حالا این هم از زندگی ما. بعدی رقص های جنگ، شرمن الکسی، خدای داستان نویسی، جهنم بزرگ، کاغذ دیواری زرد مال گلمان، گشتی با ایلیزن جان آیداک، زندگی نو الگرا گودمن و داستان کوتاهی از به درد بخور از این آدم ها. سری بعدیش دانته و خرچنگ، خیلی مختصره دیگه، این 70-60 صفحه است. از دیوید فاستر والاس، ساموئل بکت ترجمه شهریار وقفی پور، مترجم درجه یک و نویسنده خوبی هم هست، هم تو ادبیات کار کرده هم تو روانشناسی. دیوید فاستر والاس، آدم های خوب، فلسفه و آینه طبیعت، باز فاستر والاس و بکت دیگه، دانته و دراز خرچنگ. این داستان های درباره گورکی. از دیوید دار، آناتولی گولدینل، ولادیمیر سوروکین، ولادیمیر ماکسیموف، 7 مرگ ماکسیم گورکی. عنوان هست گروه مترجمان نیکا. به نظرم جمع و جور رو به درد بخوره. و اما یک کتابی که من بسیار دوست دارم، چون آدم ها رو بسیار دوست دارم، 9 نوشتار از فروید، ترجمه جدیده،
و خوبه. ترجمه فروید خوب بودنش خیلی مهمه، چون معمولا خوب نیست. ببینید عنوانش و چیزاییه که قبلا نخوندید به فارسی. سنخای شروع روان نژندی، پسرانش. همتای اسطوره‌ای یک وسواس دیداری، پیوند میان نماد و نشانه، روان نژندی و روان پریشی، از دست رفتن واقعیت در روان نژندی و روان پریشی، فتیش کامی، ساختهی در تحلیل، انشقاق ایگو در جریان دفاع. یک کتاب جمع و جور خوب 123 صفحه‌ای که خیلی از مباحثش شاد است. این به نظرم کتاب اونایی که علاقمند به فرویدن ندیدن این ترجمه رو و این مباحث رو. این از معرفی کتاب این جلسه‌مون. تهش هم من یه سورپریز براتون دارم. جنایت و مکافات مال داستیفسکی. من به نظرم و ترجمه اسخر رستگار عزیز که خدایش بیامرزه، از هر من این کتاب مهمترین، بهترین و دیوانه کننده ترین کتاب رمان تاریخ بشر. من تا حالا دو دوره، این دفعه دومه دارم درسش میدم و لذت میبرم. امیدوارم بچه های کلاس هم لذت ببرن. ما دوره چهارم خوانش جنایت و مکافاتیم. هر جلسه همون دو ساعت خورده ای. رسیدیم به اواسط کتاب، دو سومش رفتیم، تا صفحه 300 خورده ای رفتیم. کسایی که میخوان بیان تو کلاس جنایت و مکافات تا حالا نیومدن، به نظرم بیان که چیز حسابی رو از دست ندن. جلسات خیلی خوبی داریم با بچه هایی که عاشق داستیفسکی شدن و عاشق جنایت و مکافات. جنایت و مکافات رو باید بخونید. اگر اهل هنر هستید این کتاب باید بخونید. اگر اهل انسان هستید باز باید این رو بخونید. بی نظیر کتاب. همین.